برات چطورید؟ آقا ما گیم فالکون وینتربر رو لایو نرسیم نگاه کنیم به خاطر اینکه تویچ یه مقدار ریسک داشت، ممکن بود بن بشیم. الان دارم ریپلی بازی رو نگاه میکنم که ببینم بچه ها چی کار کردن جلوی فالکونز. دفعه قبل که خیلی بد باخته بودم بهشون. به نظرم فالکونز قوی ترین تیم کل این ریژنه. متاسفانه من ریپلیش رو زدم از تیکت واچ کنم، درفت رو برای من نیاورد. اتفاقا خیلی هم دوست داشتم درفت رو ببینم که نشد دیگه، یعنی درافت رو نمیشه نگاه کرد چون توی ریپلی نمیاره فور سام ریزن. ولی خب نگاه میکنیم، تماشا میکنیم ببینیم بچه ها چیکار کردن. من میخوام ببینم دفعه قبلی یه ویدیو قبل از این توی یوتیوب براتون گذاشتم که توضیحات ارفاندات بود با وینتربر قبلی، اون موقع که لو اسکیلینا توش بازی میکردن، ناگاتو لو اسکیلینا توش بازی میکردن، که بعد از بازیشون با فالکون چیا یاد گرفتن، کجاها آت پلیت شدن، نمیدونم چی کارا کردن. اینجا وارداشون هم میبینین چقدر شبیه همه. اینجا استوک از اسموک در میاد و سری فرار. آفرین، هر دوتا تیم معلومه وارداشون رو تمرین کردن، روش کار کردن. خلاصه آره، یه ویدیو قبل از این صحبتهای ارفاندات بود در مورد اینکه چه چیزایی یاد گرفتن. ببینیم حالا این دفعه چقدر این یکی وینتربر با این راستر جدید و حالا با این زمانی که زمان محدودی که عرفان داشته با تیم کار بکنه و حالا تمرینه جدیدشون چه تغییراتی داشتن توی سبک بازیشون. مارس کچلم کشیدن. من خودم خیلی مارس رو، هیروش رو دوست ندارم توی انواع تورنمنت های اخیری که این چند وقت دیدم. رونا رو با یه موو خوبی که اینجا دادن برگشتن، یعنی پایین از اسموک در اومدن همونو برگشتن، تونستن سه تا رو بگیرن. آره سه تا رو فالکون گرفت، یه دونه وینتربر گرفت. کلا میگم تیم ترسناکیان. ریزور عمار داداشم گرفتن، فکر کنم عرفان این دفعه بریستل بند داده، ریزور باز گذاشته بهتون بگه آقا بفهم دیدی بریستلم بند ندم خبری نیم. نه ولی جدا از شوخی، ریزور این پچ خیلی چیز شده، این استاتیک لینکش بعد خیلی زمان طولانی تری رو بکشه تا اون دمیج قبلی رو بخواد بکشه. تجربه میکنم که استوک اینجوری هم استارت کرد جلو ریزور. خب به هر حال، یعنی بدون استان استارت کرد. به هر حال فعلا که بازی ها کچل هایست لسیته به نظر جلوی لونا و وینتربر حالش میگم میتره جلوی لونا و وینتر وایورن حالش خوبه. لاینا اون حرکتی که لاینا با هم پوش بدن و اینا رو که عرفان میگفت نمیدونم انجام دادن یا نه. مورف خودش جلوی ریزور فوق‌العاده است. شاید هم توی پیکوبن اینجوری بودن که آقا ما مورف رو به پاستیل یعنی ریزور رو بدیم به چیز، ریزور بدیم و ما مورف رو بگیریم. مورف جلوی ریزور و لایف استیلر فوق‌العاده است چون ریج لایف استیلر رو میگیره خیلی قوی میشه. از اون طرفم بند ریزور رو بس میکنه به هر کی که بخواد و رسما ریزور این چیزا نداره جلوش، این قدرت استاتیک لینک رو نداره جلو مورف. این دوتا هیرو رو خیلی مورف خوب کانتر میکنه. CS کیک جلو چشم، اوه چهار تا CS جلو چشم امار میستد که یه مقداری چشم سوخت. بذار ببینم موزیک ریپلی هم باک خورده، کار نمیکنه واتبر. تا اینجا سف سف بازی خیلی مسالمت آمیز پیش رفته. تاپ لسته بازی کچله، بعدش اسکیتره، اونور مالرین وسط 14-5 به 9-6. یه زنم اینوکر اولش احتمال داره به پنگوی ذره اذیت شه. مایکی داداش 11-6 به 16-5 خوبم داره فشارش میده مالین. اینجا دید سواش باکلش رو زده، اسپل موبیلیتی 1-2 رو نداره، سریع سو استفاده کرد کسرا و مانوبرن رو زد. همین فکر کنم باعث شد تو لاین کامبک کنه، فکر کنم همین کامبکش رو تضمین کنه توی لاین کسرا رو. لستی همین الان میرسونه خودش. از اون ور ریزور امار چطوریه وضع؟ 17-6 جلوی 19-2 نات بد.
خب پاستیل تصمیم گرفت به جای اینکه ساپورتش رو گارد کنه، ساپورت انمی رو ترید بکنه با ساپورت خودش که تصمیمان ناموفق بود تصمیمش. فرست براد رو اونور میگیرن، یه اشتباه ریز عدم ناهماهنگی طوری. آه وسط مایکی رسون یا نه؟ 21-8 به 29-5. نه این ویو بزنه احتمالا میشه 25-29. هنوز مایکی یه کمی سلایتلی عقبه، ولی خب این وکر کواسفکس از زمانی که اولین ایر شارژش رو میگیره تازه بازی شروع میشه دیگه، یعنی همیشه نتفورتش از وقتی میچرخه تو بازی میاد بالا. ما هنوز تازه گیم اوله که داریم میبینیم حسین، یعنی فعلا نتیجه اینا رو اسپویل نکردیم، داریم نگاه میکنیم ببینیم که بچه ها چیکار کردن. هرچند احتمالا مثلا واسه 70-80% بچه ها اسپویل شده. آها اینجا سنتری اولین اتک رو بالاخره میده، مایکی رفت اینجا هم واسات که چخه مایکی واسات این لبه. یه کاره که جلو پنگول میکنه اینه که وامیستن این لبه، وقتی پنگول بزنتشون میافتن پایین، بعد دیگه پنگول بعد بره دور بزنه. بعد بنده خدا کسرا این تریکو زد، تاینی تاسش کرد برگردوندش رو پنگول، خیلی حس ناراحت کننده‌ای داشت. خب مورف لول 4 جلو ریزر لول 5 و 45 دقیقه. آره او پاور ترد، آها نه پاور تردش رو گرفته بود، پاور تردش رو گرفته بود. چرا کوریر رو زد که پاور تردش توش بوده؟ دست پاستیل هست پاور تردش. دو لول اتریبیوت شیف گرفته پاستیل، کلن ادپتیو استرایک پر نکرده، چیزی که ما تو دوتا پرو ترکر چند وقت پیش دیدیم. من فکر میکردم اینجوری با مورف لول میگیرن، در ساعتی که دیدم نه همه ادپتیو استرایک دارن پر میکنن. علتش این بود که بونس اجیلیتی و بونس استرنگت و مورف الان قبلا با اتریبیوت شیف میگرفت، الان با ادپتیو استرایک میگیره. قبلا اتریبیوت شیف فرم میکردن و وی فرم یه دونه بیشتر نمیگرفتن یا کلا نمیگرفتن ادپتیو. چرا؟ چون که به فارمش وی فرم خیلی بیشتر کمک میکرد. الان پاستیل هم همون سبک و انگار پیش گرفته، بیشتر میخواد فارمشو قوی کنه. به خاطر خریدن آیتم ولادمیر پوتین، به خاطر خریدن ای وای کچل اینجا آرینا رو نستاد چشام. خب اینجا وینج هم کشتن. به خاطر خریدن آیتم ولد مورف خیلی متا شده. خب اینم که وی فرمش رو فورس کردن و پاستیل رو هم کشتن. یه ذره دارن انگار خیلی راحت زور میگه. اصلا چه همین فالکون واقعا خیلی تیم فشاری جدی، چجور باید جلوش بازی کردن؟ نگاه کجا دارن دایف میکنن میکشن، دارن میکشن این ور هیچی هم نمیدن ها. یعنی لونا به اندازه کافی چیز کرده، لاین رو پوش داده، مارس هم که تاور دمیج نهاره به اندازه کافی. حالا شاید بیاد الان علت این که اینا این اگریشن رو دارن این شکلی به خاطر یه آرینا سا. یه آرینا اینجا کچل باهاش بعد پنگول رو میکش نمرد، آریناش رفت تو کولدان، این اگریشن رو دادن. چرا؟ عرفان راجبش راجبش صحبت کردم، به خاطر اینکه عرفان میگفت وقتی مید لینر تیپی نداره یا حالا تو این کیس آف لینر تیپی داره ولی اسپل مهمشو نداره، تیم عریف اگریسیو میشه و دقیقا این اتفاق میفته. اسکیل بیلد دقیقا اسکیل بیلد مورف قدیمیه انگار، یعنی ما قبلا مورف رو نگاه میکردیم، حتی آیتم بیلدش هم قدیمیه پاستیل. الان به جای موربید ماسک فالکون بلید همین پولو میدن ولد میخرن، آتکامی که داره خیلی بیشتر از موربید ماسک فالکون بلیده. یعنی هم آیتم بیلد انگار پاستیل داره قدیمی بازی میکنه، هم ادپتیو استرایکو داره قدیمی بازی میکنه. توی پرو ترکر همه دو پر میکنن، کاملا چیز میگیرن، بیشتر پلیر ها اجیلیتی استرنگت رو میگیرن از این ادپتیو استرایک، بعدم میرن برای ولادمیر خیلی قوی تره. نره دقیقا. آه یه سان استرایک هم اینجا، سان خوبی هم زد.
مایکی دو لول هم اگزورد گرفته. یه مقدار آش شعله قلمکار رو داریم اینجا میبینیم توی این ووکر که توی این متای جدید که یعنی از وقتی این ووکر یونیورسال شده دیگه خیلی فرقی نمیکنه. تو وکس بگیری، اگزورد بگیری، هر چی بری، هیرو با آیتم دمیجش زیاد میشه، دمیجش رو داره، حالا بسته به نیاز اسپلاش هم دیولپ میکنه دیگه. وسل هم نخرید کسرا، همونو رفت یه راست رفت برای مایداس، چون به هر حال عقب هم هست. ما اگه بریم روی نتورد الان توی 10 دقیقه 6 گی نتورد جلو هن. یه بخش زیادی کورای اونا از کورای ما جلو هن. یه بخش زیاد هم ساپورتاشون از ساپورتای ما جلو هن. دوباره فشار روی چیز دیگه، لاین پایین، دوباره مورف. میدونن که هیچ فشاری روی این تاورشون نیست، اصلا مارس نمیتونه تنها این تاور رو بزنه. آه مارس داره ولد میخره. اصلا دوست ندارم مارس ولد بخره مورف فالکون بلید موربید مسک. مورف میتونست این ولد رو بخره، مارس یا آیتم دیگه بگیره، حالا هرچی، حالا چه آیتم دمیج چه آیتم موبیلیتی مثل بیلینک یا هرچی. این فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا این کاری که الان وینتر بردارم میکنن. از اون ور لونا که واسه خودش فارمینگ پترنش مشخصه، فقط لاین بالا رو نگه میداره تا جایی که میتونه، بقیه همه چارتایی فشار روی لاین پایین. اما رو قوی بکنن که ریزور فالکون بلید بی کی بی بی کی بی یه ضرب. اون دفعه اگه یادتون باشه تو ریپلی آنالیز ارفان که با هم دیگه نگاه کردیم، امار مینه 13 با کونکا بی کی بی داشت، یادتونه مینه 13 با کونکا بی کی بی داشت، دقیقا این اتفاق داره با ریزورش هم میفته. مینه 12 و 20 نصف بیشتر بی کی بی شو داره، مینه 13 14 بی کی بی میاد دستش. یادتونه گفت مینه 13 طلایی شد، اونایی که دیروز با من آنالیز بازی های فالکون رو دیدن با وینتر بر، دقیقا انگار همونه. یعنی تیما رو میشه واقعا مواشون و آیتم بیلداشون و اینا رو آنالیز کرد و دید. الان دیگه شماهایی که یه دور اون آنالیز رو دیدین بیشتر میتونین دقت کنید به این چیزا که چقدر مثلا داره مواشون تکرار میشه، آیتم بیلداشون تکراری میشه. چجوری ولد مورف بهترم مورف نیست؟ میگم مورف آیتم مینش این پچ ولده، مثلا ولد خیلی براش بهتر. آخرم چیزا نخرید موربید ماسکو، بی خیال شد دیگه، دید عقب میفته، رفت سری یاشا و منتا، احتمالاً به خاطر اینکه منتا رو برای چی میخواد، منتای سری رو برای چی میخواد به نظرتون؟ چیز خاصی انگار به اون صورت هم ندارن. یاشاش که فوق‌العاده است، یاشاش که خیلی سری میکنه فارمشو، ولی ارکید مرکیدم بعید بدونم که حالا اینا خیلی بخرم منتای فست. آره این فالکانو با فالکنز و از کلن از لحظه که اینم بهتون بگم، الان که دیگه مپو گرفتن دستشون، تاینیو دادن بالا که فارم بیلینکشو بکنه، الان دیگه یه جورایی خود لونا این پرسن داره میاد برای پوش تاورا. یعنی پوزیشن 4 رو دادن، پوزیشن 1 داره میاد به جای فارم کردن ابجکتیو میگیره، چون این زور رو با تاینی دیگه نمیتونن بگن. این زوری که اینجا دارن میارن رو با لونا میتونن بگن. یعنی نمیتونه لونا بره فارم کنه، چارتایی بیان بدون لونا این کارو بکنن. با لونا میان تاور رو میگیرن، کار درستی هم هست. این لرم که وینتربر توی فاز ریکاوریه. حالا ببینیم اسپوکی هم اگر اینجا بخوام بکنن، حتی اگر اینجا کیلم بگیرن دیگه از لونا نمیگیرن، از تاینی میگیرن. علتی که دیگه تاینی داره دد لین رو اصطلاحاً پوش میده، واقعا الان چیز زیادی از دست نمیدن. یه تاینی دادن، لونا فترن فارمش عوض شده دیگه، از اینجا که خطرناکه اومده سمت راست مپ. آفرین یاشا، پایک منم احساس میکنم که بهتره. چرا؟ چون پایک هم برای پنگولیر فوق العاده است،
هم برای ریزور که لینک وصل میکنه فوق العاده است، هم دراگون لنسش برای بونس رنجش جلوی لونا فوق العاده است. پایک اسکادی، چون لونا رو تو اگر دراگون لنس اسکادی جلوش بخری، اکثر کریایی که لونا رو میزنن دراگون لنس اسکادی بایر هم، مثل مدوسا، مثل ترور بلید، اینا خیلی بد لونا رو میزنن، ترور بلید و چیز، اینا اسکادی دراگون لنس میخوان، رنجشون از لونا بیشتره، لونا خودش رنجش کمه و با دراگون لنس اسکادی سریع میزنن لونا رو. مثلا منم احساس میکنم بیلد میشه ولادمیر، فالکونم نه، ولادمیر، حالا یا یاشا دراگون لنس یا حتی یه ضرب ولادمیر دراگون لنس اسکادی، پایک اسکادی. البته خب اینا چیز دیگه، به هر حال ما داریم از بالا بازی رو نگاه میکنیم، قطعا پاستیلم یه عالمه چیز واسه خودش داره، یه عالمه منطق برای بازی و بیلد خودش داره و اصلا فقط هم به این نیست، یه عالمه پارامتر دیگه تو بازی هست دیگه. الان که لاین بالا رو، لاین بالا رو حتی دادن، جالبه، لاین بالا رو دادن ولی به جاش مورف رو گرفتن و تاور رو گرفتن، یعنی تاور رو ترید کردن یه مورف رو سر گرفتن. اونجا که تاینی رو دادن بهشون پنیک نکردن بیان اینجا تیپی بکنن، وای تاینیمون داره میمیره، واسه دادن کار خوششونو کردن، تاور رو زدن، تاور بالا رو هم حتی دف ندادن، به جاش مورف رو ریاکت کردن کشتن. همیشه اینطوریه، وقتی تو یه نفر رو اینجا میکشی تیم انمی هم، باز صحبتش رو توی دیروز کردیم توی اون ویدیوی آنالیز، که تیم انمی نمیاد نگاه کنه، اونم میاد یه گنگ هم اون بره مپ میکنه دوباره تو رو میکشه. یه جورایی اینو من فکر کنم، بذار برگردیم به دد پاستیل، من فکر کنم این برگردیم به دد پاستیل اینجا بود، اینجا وقتی تیم داره اگرسیو بازی میکنه، آره اینجا بود دیگه، اینجا وقتی تیم داره اگرسیو بازی میکنه و داره اینجاست و کری دوره، این همون صحبتیه که اون موقع کردیم. حالا باز پاستیل خودشو تو لاین نشون نده، این خیلی پیش رفته. اون دفعه اگه یادتون باشه مایکی اومد تو لاین وسط خودش رو نشون داد و راحت کشتنش، اینجا باز داره تو جانگل حداقل فارم میکنه. ولی ببین چقدر اینا تیم خودن تو جانگل هم میان پیدات میکنن، یکیشون پیدات کنه پنجششون میریزن سرت، یعنی به این راحتی ول نمیکنن. و خب اینا الان بخوان تیپی کنن سوخته دیگه، الان ونج تیپی کرد سوخته، دقیقاً اون تیپی احساسی که اونا نمیکنن، یعنی اونا این ایریا رو نمیارن ول کنن، فشار روی اینجا رو با اینجا تیپی فورس کنن خودشونو، این تاور رو میدن میره. اونا اگر جای ما بودن همین کارو تکرار میکردن، میموندن بالا تاور رو میگرفتن، اگر کسی میومد تو این ایریا میزدنش، ریاکتی که اشتباه دیگه. اینا در طول زمان با تیمای خوب که بازی میکنن تجربه میشه براشون، یاد میگیرن و خیلی 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 بهتر میشه این موقعشون. الان کچل ریاکت نکرد، اگه کچل هم میخواست ریاکت کنه تاور بالا رو نمیگرفتن دیگه، واقعا ریاکت نداره دیگه، بعد بذاری کرید بمیره. این همون ددی بود که اسپکتره رو پایین گرفتن از فالکون، اسپکتر رو کشتن اونور، ولی هم تاور وسط گرفتن هم تاسک فکر کنم اومد تیپی کرد کشتنش. این شبیه همونه، کسی که اون ویدیو دیدم تا بتونم مثال ازش میزنم دیگه. حالا که دیگه چیزی برای گرفتن پایین ندارن، فالکون اومده ساید عوض کرده بیاد سمت بالا. این فکر کنم اولین فایت درست حسابی باشه که وینتربر داره انجام میده، به خاطر اینکه حتی لونا رو هم نداشتن، اما الان دیگه 10 کی عقبن. با لوسنت بیم نتونست بزنه، مدنس بود فکر کنم کنسلش میکرد. بدون لونا زدن فایت، اونم دیگه واقعا سر 10-11 کی اختلاف دیگه. تاینی تازه هنو بلینکش هم نیورده. من نمیخوام دونه دونه موبارو همان بررسی کنم، سعی میکنم هم ببینم چی شده هم یه ذرم نکته راجبش بگم، خصوصا که الان دیگه اون باخجونم چه سانی زد کسرا، این ورزد دید استان کافینید، این طرفش زد این خودش موف داد رفت روسان، آفرین. چنده اگزورتش؟ آه کلن اگزورت کرد قضیه رو، کلن اگزورت کرده، بعدن هم آقا نیم بخره با آرینای مارس و استانای این شکلی میتونن کاتاکلیسم رو استفاده کنن، چیز بدی نیست. خب دوباره اگر فاگو بیای نگاه کنی از سمت چیز، دوباره اگه بخوای فاگو بیاری سمت وینتربر، هیچکی تو مپ نشون نمیده، لاینا سمت وینتربر پوشه، هیچکی تو مپ نشون نمیده مگر اینکه دارن یکی رو گنک میکنن،
و خیلی ترسناکه. مثلا این مورف الان بره جلوتر، شانس آوردن الان اینجا زیر وارد یک نشون داد یه اینفوی گرفتن. خیلی سخته فارم کردن برای این مورف وقتی هیچکی هیچ جای مپ نشون نمیده، خیلی سخته. دقیقا الان تارگت هم مورفه، ببین چجوری مورف میمیره اگه بگیرنش. بلینک داره؟ آه بلینک نداره. بلینک داشت که صد مرده. آه چه درخت خوبی پرت کرد، حالا هم لونا رو پرت کرد. استاناشون رو زدم، پاسیلم تیپی کرد. ولی میبینین؟ یعنی دیگه میشه فهمید که اینا چه جوری دارن موو میدن، چه بلایی دارن سر وینتربر میارن با مووشون. نشون ندادن اینا توی مپ منجر میشه به اینکه پاستیل خب فارم نیست، میخواد بره اینو بزنه، این کمپ خطرناکیه. یواش یواش پاستیل، مایکی، کچل و بقیه بچه‌ها شروع میکنن یاد میگیرن که این کمپ خط قرمزه اگه برم جا. حالا آت پلیشون کرد، وی فرم کرد، تیپی کرد. اما به هر حال الان لونا داره روشان میزنه، همین تیپی بیس پاستیل یه دونه روشان گرفت، یعنی با مردن فرقی نداشت. یعنی الان مورف رو نکشتن ولی همین تیپی آت مورف یه روشان بهشون داد به همین سادگی. آقا مورف ندارن، مورف تا بخواد جی را بیاد تا اینجا ما روشان رو میگیریم، چیزی هم از دست نمیدیم. چرا؟ چون قبلا لاینا رو به سمت وینتربر پوش دادیم، بعدش پنجتایی بغل هم بازی کردیم رو تایمینگمون. الان هم که تاینی بلینک دگر داره، تایمینگ اصلی ایناست. پیداش کرد، بیا بلینک دگر اینجا کچل کشت، اینجا بلینک دگر کچل کشت. خیلی تیم قدیه اینا، من واقعا فکر نمی کنم حتی پی اس جی هم اینا رو بتونه قلقلک بده. الان اینا از پی اس جی قوی تر هم واقعا. مگه یه استرات چیزی اینا پیدا کنن، چیز استراتی پیدا کنن جلو فالکن بازی کنن. واقعا تیم اول منا با اختلاف همین فالکنه، مثلا خیلی موبای درست و چیزی میدن. ای روبیک چیزش کرد، شارد روبیک نجاتش داد. از اون ور یه مانابرن خیلی خوبم اینجا مایکی زد، ولی خب عجله‌ای که ندارن فالکن، با ایجیس قشنگ فارم میکنن، تاورا رو میگیرن، نیازی ندارن های گراند رو فورس بکنن. حالا این اسموک روی لونا وقتی اونا ایجیس دارن میتونه کوئسشنبل باشه. با منتا نتونست داج بده، با منتا نتونست ای ام پی رو داج بده. سانستراک آیا داست دارم براش؟ وایورن سیف داد، چسبیده به مورف. نگاه کن مورف رو کشت. همه اینایی که نمیدونم مورف خودش ریزور میشه، از ریزور دمیج میکشه و اینا، تئوریه ها، در عمل میبینی؟ در عمل ریزور، اما ترسناکه. بالا بری پایین بیای، طرف بهترین هیروش ریزوره. حالا این دفعه میتونید برید دایرکت ارفان و بپرسید ارفان داداش چرا ریزور بند ندادی؟ این دیگه طبق صحبته ارفان این به نظرم کار لجیتیه. جدی میتونیم بگین داداش چرا ریزور بند ندادی؟ بریستل رو قبول کردیم، ریزور که هیروی اماره چرا بند. خیلی دوست دارم بدونم چی بند دادن راست شو بخوای، چون حیف که این ریپلی برای من پیکومن رو نیاورد و من مطمئنم پیکومن ایرفان بهتر شده، مطمئنم که پیکومنش بهتر شده. اصلا چیزی بود که جلوی نیگما دیدم این صحنه رو، حتی یادم کوروش هم تو چت با ما بود گفتش که چقدر درفت وینتربر از درفت نیگما قوی تره، گفت 70-30 فکر کنم. خب دیگه اینجا هم که هایگران پوش، همچنان ایجیسی که وینتر وایورن سیف داد اونا رو نذاشت اونجا ایجیسش بره و میگیرن دیگه. اینجا پاستیل یه دونه منتا و یه دونه چیز داره، فالکن داره. دیگه زورشون نمیشه عربه. ولی خب بعد خیلی دوستم ببینم بعد از این ایجیس چی کار میکنن، آیا میرن بالا؟ مثلا احساس میکنن 16 که اختلاف دارن یا ریسپکت میدن به وینتر به ریسپکت. آها سریع، چه جالب، جیزی اینجا خودش رو اینداخت جلو با تلکنیس که رولینگ تاندر رو بدزده، بعدش هم بعد رولینگ تاندر شیلد کرش رو نزد. مالرین بسیار پلیر سوسکیه، این مالرین خیلی پلیر سوسک و سمیه، یعنی قشنگ چفت خود اماره.
چفت اماره. او اینجا تاینی رو گرفتن، یه اسمو اومدن بچه ها گنگ تنک کرد. کریت بی کیوی تی پی کچل میگیرتش. آه اینجا بای بک کریت آت پوزیشنش کرد. آفرین کچل بی کی بی اسپیر تی پی. ولی اینجا چیز اومد، وینتر کرس اومد پانیش کردن دیگه، تنبیه کردن کچل رو. از الاغ پرنده نمیتونی ببینی، داداش استرایک میزنه رومون، بنمون میکنه، ولمون کن، پیمانم دراما داره. نه ریپلی روش مانور بیشتری دارم، میتونم صحبت کنم حالا که لایو نیست. حداقل 4 تا کامنت ایژوکیشنال داشته باشیم و اون ریاکشن دیروزی که روی ویدیو ارفان رفتیم، حداقل میخوام ببینم که توی این بازی چقدر فرق کرده، چقدر همچنان فالکون پیشرفت کردن، چقدر وینتربر پیشرفت کرده، چقدر از اون موبا رو دارن انجام میدن. جیزی اینجا چقدر خوب بازی کرده، خیلی پلیر خوبیه، نگاه کن این پوزیشن چارش رو من خیلی دوست دارم. نگاه کن فورس کرد اینجا، فورس کرد سری رول کرد، دوباره پنگول چینستان کردن، بعد میخواست پنگول بیاره سر راه خودش، یعنی این وریده که داشت راه میومد پنگول بلند کرد میابرد سر راه. این خودش پنگول سلو میکرد، یه ذره اگر چیزش کم میشد، ذره اگه رنجش بیشتر میشد خودش سلو میکرد. خیلی پلیر خوبیه، خودشو با مالرین ترید کردی جوری. آها درفت رو میتونی از ویدیو پیمان ببینی، آها از اون نظر آره میشه، چرا نمیشه، درفت هم میشه از ویدیو پیمان. وای نات آره با رول رفت تو آرینا، دمیج آرینا کشتش. بابک چطوری خوش اومدی، الان هم که دیگه دیدی دارن یه نفرم مرده، برتری تعداد دارن، یه ذره هایگراند رو پوش دادن دیگه، ولی به محض اینکه برتری تعداد از بین میره پنی پنی میشن ریسپکت میدن تا روشن بعدی. نه اینا اصلا حتی وینتربر رو دست کم هم نمیگیرن، مشخصه خیلی دارن از صفر بازی میکنن، حتی هایگراند هم نمیان. روشن رو بچه ها اسکن کردن، دارن سر ایریا روشن بازی میکنن. این وارده رو میخوان، این وارده رو میخوان، این وارده یادتونه این واردی که ویندربر کاشتر نیگما زیرش بازی کرد، الان همین بلا رو داره فالکون سر وینتربر میاره. وارد رو اینجا کاشتن، ایریا روشن رو باش سکیور کردن، کیلار هم میگیرن دیگه. الان فکر نمیکنم روشن رفتن هم حتی نیازی باشه دیگه، همینا میتونن بیان هایگران. اینجا دوباره اسکیتر نتونه سی ام پی رو تایم کنه، ولی خب خبری نیست دیگه، زدن. او واسه ببینم، واسه ببینم چی شد، چیکار کردن اینجاست. آه عجب کمبوی زدن، این کمبو رو از پرسپکتیو پاستیل ببینید، چون من راجع به کمبو حرف نمیزنم. یه بار دیگه این کمبو رو دو بار ببینید، پاستیل نها کن تو درخت مثلا ندیدم، نها کن اینجا پاستیل با مورف وی فرم میکنه، تو وی فرم تاینی میشه، بعد تو وی فرم که تاینی شد همینجا آوالانچ میکنه، تاس میکنه، مایکی با آغانیمی که همین الان خریده یه دونه کاتا میزنه، یارو میره بالا میاد پایین، لونا میترکه. اچ پی لونا رو نگاه، از چند میمیره اچ پی لونا رو ببین، نگاه نگاه اچ پی لونا رو ببین کجا بی کی بی میکنه، از این اچ پی میمیره، نگاه 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 اچ پیش انقدر میمیره، وان شات. نایس خوشم اومد، عجب فایتی کردن، آفرین، عجب فایتی کردن، آفرین. اینجا اون ریسپکت است که اینجا اون ریسپکت است که آقا جان تا روشن نزدی نباید بری هایگراند، این ریسپکت رو ندادن و وینتربر تنبیهشون کرد، گفت بابا
نکنید با ما این کارو، ما رو دست کم نگیرید، ما اونقدرم به درد نخور نیستیم. آره خب کجا بودیم؟ وارد دیوارد میشه، ایریا میاد سمت وینتربرگ، قاعدتا روشان رو بعد وینتربرگ بگیره، ولی روشان کیل خیلی قوی ندارن، اما خب چون لونا رو کشتن دیگه، لونا بای بک نمی کنه. ایجیسش هم که میدم به مورف، یه وین پرابیبیلیتی نمکی بعد اینجا برگشته باشه. گلد و اکس بی 95 به 5، از 98 به 2 شد 95 به 5، یا حتی 94 به 6. آره دوباره آقا چون دو ساید، یعنی یه ساید مگا شدن، آره یه ساید هم رنج مگا شده، بعد برگردن لاین ها رو ستاپ کنن. اینجا یه فایت احتمالا خوب داریم، اینجا یه فایت خوب داریم. اینا بعد اسمشو بذاریم هایلایت آموزشی وینتربر در مقابل فالکون، چون دیگه قسمت هایی که بازی جریانش اسلوه رو من 2xx میکنم برسیم به اصل داستان یه جورایی. وینت شارت نداره؟ نه او تورمنت ها اصلا زدن کلن، من دقت نکردم. اوخ اوخ اینجا دوباره پاستیل رو گرفتن؟ شت فکرم، ولی حتی ایجیس داره. اوخ اسپیر میز شد، اسپیر میز شد، اوگر سیل توته فکرم سر همین اسپیر بمیره. اوخ سر همین اسپیر مرد. نه سواب شد، نه جفتشون مردن. وای یه اسپیر هاجی میز شد مردن. من همین مارس رو دوست ندارم به خدا، جدی این مارس رو من دوست ندارم. امارم خیلی مارس اینا با مارس بازی میکردم، چی بود گذاش کنار، جدی یه اسپیر میس میدی ایرو اصلا تمومه، به درد نمیخوره. سخت هم هست بابا، نمیتونی 40 دقیقه همه اسپلاتو بخوابونی که. مهم نیست به ریزور با لونا نخورد دیگه، لونا همون لونا کاراشو کرد، لونا مهم بود اسپیرشه، منتا کرد لونا. اصلا کلن هیروش اینجوریه، یه ذره اسپلاتو این ور اون ور بزنی، یه آرینا اینجا میس شد کلن، ببین یه آرینا اینجا میس شد، اومدن کلن پایینو کندن رفتن پاستیلو کشتن. این هیروشو دوست ندارم، نمیدونم مارس احساس میکنم قدرتش اندازه مگنوس نیست، یعنی کاری که مگنوس میکنه آرپی داشته باشه نداشته باشه، بیلینک هارپون اسکیور خدافظ، یکی از هیروها تا بین رفت. مارس نمیتونه این کار بکنه واقعا، یا اون وکیوم والی که دارک سیر زد و بعید بدونم. علی راستی که مورف رو به جاش سیف داد دیگه، یه جورایی اول مورف کات شده بود یه جورایی. ببینم یه بار دیگه دقیق ببینم، اول مورف کات شد، اینجا مورف کات شد. یزیدتونو واقعا، اینو گفتید خورد به ریزور، این کسا ولش کرده بود، اینو بعد میزد، این کشتش واقعا. یزیدای همه تونو یه جوری گفتیم زد به ریزور، گفتم حالا من چه چیزی هم نیدم. این اسویه رو میگید عالی واقعا، یزید تک تکتونو، یعنی تو چت یزید تک تکتونو، تک تک این 300 نفر. آره مورف سر این اسفیر سیف شد کاملا. آره بگذاریم اینجا با دیدی میان های گران دیگه. نه ببین دروغ میگی، چی میگو؟ به علی دروغ میگی، اون ویدیو خیلی خوب بود، به علی دروغ میگی. اینجا هم که دیگه پوش نهایی و بدون ایجیس باز دارم میان. آره دیگه بدون ایجیسه. آخ دوباره اون این آخ با منتا داج داد چیزو، منتا داج داد سانو. یه دقیقه واسه ببینم، واسه ببینم. منتا داج داد سانو، منتا داج داد، یا این ور بود یا فکر کنم منتا داج داد. دوباره میمردا، سان بیشتر از 1300 دمیج میده.
هشمام بابا یارو حالا یه EMP واسه ما داج نمیداد اسکیتر 600 بار EMP اومد منتا کرد رید، هم مانوبرن شد هم منتا ازش فاکینگ 125 تا مانوبرن کرد. حالا به اینجا رسید یارو فیلم سوپر شد، نمیدونم فاکینگ کاتاکلیسم و منتا داج کرد. به ما میرسن همه ارشمیدوس میشن. آره اونجا دوم پاشید، آفرین اونجا دوم پاشید فکر کنم. بابا این خره. خب یه تیپ فرنلی هم که هاچ پاستیل به عمار داد و من الان استات گیم رو براتون میارم، بعدش میریم سراغ راسمین. پیکوبن میشه از ویدیوی پیمان دید. دی ام سی ای نداره خدا رو شکر، دی ام سی ای نداره. وات کن یو دو، وات کن یو دو. استاتا 12-0-10 رو من دیدم پشمام ریخت. 12-0-10 داداش آیتما رو که اینا رو میبینین. من باز میگم خیلی دوست داشتم این مورف و ولد بخره، اصلا یاشا حالا یا منتا نمیخواست این گیم، یاشا حتی هوریکن پایک اسکادی میتونست خیلی بیشتر جلوی اینا کمکش کنه. این خیلی بیلد مورف فیریه به نظرم. ولد واقعا رو مارس اضافه بود، مارس هم اصلا دیسکورد راش بعد با بیلینک بی کی بی خیلی راحت تر بود، ولده واقعا رو دوش مارس اضافیه. ولی خب فکر نمی کنم چیزی از بازی حتی همه اینا هم عوض میکرد، یعنی به هر حال اونا خیلی بهتر از ما واقعا موو بودن، واقعا حقشونه. اینکه از این دمیج دارم که خیلی عدد رقم خاصی نیست، من فقط استات بازی رو دارم بهتون نشون میدم دیگه، هیچ کدومش عدد رقم خاصی نبود واقعا. چرا ریزور بر نکرد ارفان؟ آها این سوال قشنگه که تو میتونی لجیت بری دایرکتش ازش بپرسی. خب نه نکنی آبا با کلش کیری میشه. خب اولاغ پرنده، ما از تویچ ارفان اگر اولاغ اگر ویدیوش رو چیز نکرده باشه پس برادکست 5 ساعت پیش 8 ساعت پیش وینتربر فالکونز. آره اینهاش بریم پیکوبن هم ببینیم که چی بود. چه پاس چمپیه پیمان، پیمان خود پاس چمپه. آه اینه درف اوکی بقیهش دیگه نمیتونه دمت گرم برو. خب من این نور این پشت رو روشن کنم خوشتر بشیم بریم برای بازی. خب عرفان چی بند داده این ور؟ نیچر که واقعا بند توالتیه. تیمبر بند داده، بازم میپو بت رایدر کوتول رو بند داده، این ورم میپو پاستیل بت و کوتول مایکی کوتول به این تیم نمیدن. ولی مگنوس این ورم نیچر پرافت دوم شن و تیمبر، احتمالاً فالکون شن و تیمبر و دوم زیاد میکشه دیگه. عرفان بهتر اینا رو آنالیز میکنه، من الان خبر ندارم خیلی از چیزشون. اینم بکنم 2x. اینا با وایورن شروع کردن، یعنی اینا با وایورن شروع کردن. بذار یه ذره کوالیشو بکنم 720 داره که بکشه 2x. چت رو برمیداری چش چت باشه آد بیازاره ها، نه؟ حالا میذارم چون پیکوبن تا اینجا میاد. هم وایورن رو دوست دارم هم وینجو، حتی وینجو بیشتر دوست دارم. از اینتر کلن وینج پول دشمن این چیزاست. آره اوچ چقراست آر پی او نمیدونم. نه وینجو بیشتر دوست دارم حتی. یه وینج یه وایورن تا اینجا که بالانس هیچ. حالا اونا چی بهم میدن جلو وینتربر؟ انیگما دارن بهم میدن. اصلا انیگما وینتربر تا حالا نکشیده. وقتی کلولس باشی خوبی تیمای آندرداگ همینه دیگه، انیمی جلوت کلولسه، انیمی کلولسه، نمیدونه تو چی بازی میکنی، مجبور از همین دوتا باف متباف و اینا بره نگاه بکنه. یا نه حالا چرا انیگما بند دادن؟ آره من 4 ساعت پیش خوابیده بودم وقتی پیمان استریم کرد که خواب بودم. آره من 8 صبح خوابیدم پر. تاید و وینج اصلا کلن با ای او ای دی سیبل انگار مشکل دارن. اون برم دوباره پاک مالرین رو بند دادن
4 دیگه خیلی بازه، ولی خب اینجوری که بیسوفتی تو لانچ مید لینرشون پاکباز خیلی خوبیه. این واکر کاستا رو خیلی زود گرفتن. بیت ماکی به این واکر ریسپکت ندادن. امروز بالاخره این واکر یه سر از متا اومد بعد این حتی وید هم پیک بعدی نمیشد. وینج و وید و این واکر باحال میشد. اونا الان ریزر رو میگیرن دیگه قاعدتا. آره ریزر رو میگیرن. بعدش تاینی رو میگیرن. تاینی پوزیشن 4 یا مید لین. تاینی فلکس دیگه. مید جلو این واکر هم میتونه خوب بازی کنه. آره. نیگما هم انیگما بنده جلو وینتربر. احتمالا ساپورت ماپورتاشون انیگما زیاد بازی کردن. کچل که نهیدم خیلی بازی بکنه. بعد از تاین اینا ریاکشنشون نمیدونم. مورف بوده. ببین مورف هم جلو هر ستای اینا فوق‌العاده است. درسته وید اینووکر خوبه ها، ولی مورف هم جلو وایورن عالیه. وایورن میشه پاره میکنه. یعنی رو کاغذ من نگاه میکنم درک میکنم پاستیل اگه بگه مورف بده به هم. هم جلو ریزور فوق‌العاده است. چیز داره. من یه چیزی هم که اصلاً دقت یعنی نفهمیدم، نمیدونم پاستیلو این بازی چی کار کرد. تو لاین من اینم یادم رفت بگیرم، جلو ریزور ادپتیو استرایک بگیری اصلا ریزور هیچ کاری نمیتونه بکنه. به محض اینکه شیلنگ بس کرد تو یه دونه ادپتیو استرنگ بزن بهش، را برو بیا عقب. نمیدونم چرا کلا سه لول وی فرم گرفت ادپتیو استرایک نگرفت. یعنی با اینکه چیزه، با اینکه کلن همه حالا چه جلو ریزور باشن نباشن اکثرا 90% ادپتیو استرایک پر میکنن به خاطر استاتیک میده، تو لاینم جلو ریزور هر جوری حساب میکنم تو حداقل یه لول ادپتیو استرایک رو میخوای حداقل. جلو ریزور جاگ خوب نیست. جلو ریزور مورف به این خوبی خیلی درفته خوبیه. خیلی الان خیلی درفتشون خوبه. روبیکم عالیه. هر چی از این بدزدی سوده. از این حالا یکشو میتونی بدزدی بعد نیست. از این آوالانچ و تاس هر چی بدزدی سوده. بعد از اون طرف بغل آفلینرشون روبیکم لاینش قویه. یکش خیلی باف شده توی این پچ. پلیر خیلی سوسکی هم بود، روبیکش خوب بود، خوشم اومد. جیزی. راست درفت وینتربر واقعا مشکل ندارم اونطوری. صرفا احساس میکنم اشتباه بازی کردن. سیو هم الان دارن جلوی اینا. همه چی داره درفته وینتربر. قبول کنی هیرو پول کری نداره؟ نفهمیدم. پاستیلو میگی؟ نمیدونم هیرو پول کری داره یا نه، چون مید لینر بوده قبلا پاستیل. ولی مورف تو این بازی فوق العاده است. یعنی اصلا مورف که مولا درز پیکش نمیره. من مورفو خیلی دوست دارم. الان پنگولم باز حتی پیک روبیکو قوی تر کرد یه جورایی. پنگولم خیلی اوکیه. میدم پنگول به این ووکر دیگه، مچاپ کلاسیک. اونا دارک سیر کچل به هم میدن با مگنوسشو. دقیقاً دوتا هیروی کچل رو بند دادن. میشد مگنوس کچل رو زودتر کشید. یعنی مثلا اینجا به جای اینووکر مگنوس کشید. ولی نمیدونم اینجا چه شکلی میشد. مارس و من حقیقت کلن توش وین ندیدم توی تورنمنت ها اخیراً. هر کی مارس کشیده هیروش، کاری که مگنوس و دارک سیر میکنن کجا، کاری که مارس میکنه کجا. نمیدونم کچل بعد بازی کردن. احساس کنم هیروش تنها ایرایی که یه ذره زورش کم بود تو اینا مارس بود، خصوصا که مجبور شد ولدم اون بخره. ولدم خود مارس مجبور شد بخره. بعد آره مورف پارستیل گراند مستره. مورفش خیلی خوبه. مورفش گراند مستره. ولی میگم من نقد به مورفش تو این بازی کم نداشتم. به نظر من حداقل 4-5 تا چیز بود که میتونست رعایت کنه پاستیل، هم تو لول بیلد هم تو آیتم بیلد. حالا مپ موومنت که همه داستان دارن. درفتشون پس اینجوری شد. بم بوده دارک سیر مگنوس، بم بوده کچل مارس رو کشیده. اینم دیگه هیروش مارس بوده دیگه. نمیدونم اینجا چه آفلینری خوب بود شاید واقعا اگه رو کاغذم بخوایم بگیم.
وایپر مثلا، شاید وایپر هم اونجوری اینه. یه چیز ایوئی میخواستن، کراود کنترل، کراود کنترل اصلا نداشتن. کراود کنترل ها همه بم بود، انیگما بم بود، تاید بم بود، مگنوس بم بود، دارکسیر بم بود دیگه. کراود کنترل اینجوری فقط همین مارس مونده بود، هر چی بازی میکردن بم بود. anyway اینم از درفت دست اول، بریم ریپلی دست دوم ببینیم.